سلام و همگی بسیار خوش آمدید به این ویدیو با یه آپدیت تحلیل دیگه از بازار کریپتوکارنسی در خدمت شما هستیم میخوایم وضعیت بازار رو یک بررسی کنیم وضعیت بیت کوین که در حال حاضر روی 23000 دلار داره نوسان میکنه و فعلا نتونسته از 23000 دلار عبور کنه و یک کندل مثبتی بالای اون ببنده یا آپدیت تحلیل میخوایم داشته باشیم ببینیم که قیمت بازار به سمت بالا خواهد بودش یا یک اصلاحی خواهیم داشت و بعد به سمت بالا حرکت خواهیم کرد حتما تا کامل نگاه کنید لایک کردن ویدیو فراموش نشه نظری دارید سوالی دارید حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و اون دوستانی که هنوز توی کانال تلگرام جوین نشدن برن سری جوین بشن چرا که اگر حالا ویدیو منتشر می‌کنیم در سری ترین حالت ممکن میتونید از اونجا با خبر بشید و دوره فارکس هم اگر دوست داشتید حتما شرکت کنید که بازار فارکس به نظر من امسال سالی هستش که ترید کردن رو باید یاد بگیریم که برای افراد مبتدی از صفر تا صد بازار فارکس رو یاد میدیم که حالا ویدیوها رو که نگاه میکنم خودم به شدت لذت میبرم و به نظر من یه سرمایه گذاری حتما باید روی خودتون کنید و هیچ وقت این اشتباه نکنید که مثلا بعد از اینکه ضرر کردید دنبال آموزش هستید اگر مثلا هنوز مثلا ضرر سنگینی رو ندادید حتما حالا ضرر هم کرده باشید ضرر سنگین تر نشده حتما برید بازار فارکس رو یاد بگیری که اگر بازار فارکس رو یاد بگیری خود به خود بازار تکنیکال کریپتوکارنسی رو هم می آین یاد میگیری خب در حال حاضر بیت کوین میبینیم که 23000 دلار هستش حالا 22 و 900 اینا داره نوسان میکنه هول و 23000 دلار هستش یه سری به کوین مارکت کپ بزنیم اگر یادتون باشه 8 روز پیش 7 روز, روز پیش هفته گذشته یه دونه سبد معرفی کردیم قبل از اینکه بازار رشد داشته باشه اینجاها داشت نوسان میکرد یه دونه سبد معرفی کردیم و گفتیم که رمزارزهایی که حالا مهمم و معتبر هستن معرفی شد در اون ویدیو خریدش رو برای شما پیشنهاد دادیم و گفتیم که خرید خودتون رو بیاین تکمیل کنید که اتریوم یکی از اونها بودش و جالبش اینجاست خیلی از دوستان بچه ها سعی کنید این اشتباه ها رو تکرار نکنید داخل بازار مثلا زمانی که یه پامپی میکنه به سمت بالا یا یه رشتی رو میکنه به سمت بالا هر جایی وارد پوزیشن نشید زمانی که مثلا زمان خریدش هستش خیلی خرید انجام نمیدن و صبر میکنن که مثلا پامپ میکنه به سمت بالا میان عجله میکنن و تمام سرمایه رو مثلا یه جا وارد میکنه روی بیت کوین یا روی یک رمزرز دیگه و این باعث میشه که فردا پس فردا که وارد فاز اصلاحی شد مثلا قیمت به این شکل که اومده روش کرده اصلاحش بسیار کم بوده و دوباره به سمت بالا حرکت کرده 100 درصد در روند حالا سعودی که داریم حرکت میکنیم یه پایینی ما باید بزنیم یعنی یه پایینی باید داشته باشیم و بعد روند به سمت بالا حرکت کنه پس شما اون فردی نباشید که مثلا اینجا خرید میکنه فردی باشید که اینجا میاد خرید انجام میده که اون روز روی این سطح اومدیم گفتیم که خرید خودتون رو تکمیل کنید و به سبد و هلد خودتون بیاین اضافه کنید که باز هم حالا هم حالا همین حرف رو تکرار میکنم مثلا الان که قیمت میاد رشد میکنه بیت کوین مثلا مثلا میشه 24000 25, دلار 25000 دلار باز هم مثلا رمز ارز عرض اتریوم ارزش خرید رو داره ولی همون جریان مثلا سقف و کف هستش که اینجا خرید انجام ندی سعی کنید اینجا بیاین خرید انجام بدید در کل در تایم بلند مدت گفتم که سال 2023 که از اینجا راجع بهش صحبت کردیم گفته بودیم که سال 2023 سالی هستش که وضعیت مثبت وضعیت بسیار خوب حال خوب بسیار خوب کریپتوکارنسی رو ما خواهیم دید و همین اتفاق هم تا به این لحظه افتاده و شاهد رشد بازار هستیم و پا به پای بیت کوین همه رمزارزها میان رشد خودشون رو تجربه میکنن که راجب این بارها صحبت کردیم اتریوم هم 1600 دلار هستش پایینتر مثلا بی ام بی روی 300 دلار داره نوسان میکنه بی ام بی یه کمی جا مونده حالا دلیلی که بی ام بی جا مونده و اون رشد مثلا الان قیمت بی ام بی اگر با بازار حرکت میکرد باید چیزی بوده 350 دلار میشد ولی 315 دلار دلیلش اینه که یه زمانی که بازار کریپتوکارنسی اصلاحی بود خود بی بی وضعیت مثبتتری رو نسبت به بقیه رمزارزها داشت و همونو داره اون جاموندگی که از حالا بازار داشت داره اینجا جبران میکنه و رشدی رو به سمت بالا تجربه نمیکنه که بعد از اینکه اون جاموندگی گذشته رو تجربه کنه دوباره قیمت بی ام هم به حرکت میکنه به سمت 350 و 400 دلار عدد ها رو میتونه ببینه ریپل رو نگاه کنیم ریپل هم فکر کنم دیگه من اگر XRP رو بیام باز کنم خیلی حتی یه دونه ویدیو راجع ریپل رکورد کردیم و شخصا گفتم که آقا خرید ریپل رو انجام بدید ریپل مثبته و انتظار دارم که قیمتش به سمت بالا حرکت کنه روی این قیمت ها بودش که حرکت کرد به سمت بالا و جالبش اینجاست ریپل هنوز اون باز شدن خودش یعنی اون فنری که جمع کرده هنوز باز نشده مثلا اکثر رمزارزها از اینجا مثلا یه ریزش سنگینی داشتن خب اون منشأ ریزش سنگین خودشون رو پس گرفتن ولی ریپل هنوز اون پس نگرفته یعنی همین الانش هم چیزی حدود 20 درصد به مثلا منفی داره یعنی باید اونو جبران کنه تا برسه مثلا به قیمت اصلی خودش برسه به بازار در این هر ریپل جام مونده از بازار که فعلا این اجازه رو بهش نمیدن در کل اگر بخواد برگرده ریپل هم حالا رشد خوبی رو میتونه داشته باشه اگر خریدن میخواین انجام بدید روی سخفا انجام ندید به هیچ عنوان و خریدتون رو پله انجام بدید پایین تر بیایم نگاه کنیم کاردانا هستش یه نکته جالب هم باید بگم خدمت شما اونم اینه که اگر تتر رو پیدا کنم به نظر من تتر اگر نگهداری میکردیم حالا برای افرادی که خارج نشین هستن یه دلار همون یه دلار ثابت هستش ولی برای ماهایی که ایران هستیم قیمت دلار مثلا از 45000 تا اومد عبور کرد و دوباره برگشت روی 44 اینا دلار بیشتر از همه کریپتوکارنسی ها میتونست به همون سود برسونه و بعد از اون حالا باید تترای خودمون رو تبدیل میکردیم به کریپتوکارنسی حتما توی سبد خودتون توی کیف پول خودتون تتر داشته باشید بی یو اس داشته باشید اینا رو نگهداری کنید چرا که قیمت و دلار حالا شاید در آینده رشد بسیار حالا زیادی رو از سمت دلار ما شاهدش باشیم کاردانو نگاه کنیم 37 سنت هستش ایدی رو بریم بررسی کنیم ببینیم که وضعیت کاردانا به چه شکلی هستش وضعیتی که کاردانا هم از این کف رشد بسیار خوبی رو داشته کاردانا فکر می‌کنم دیگه وارد روند سودی شده اگر اشتباه نکنم انتظار دارم که هر پایینی که میزنه مثلا این اصلاحه خوب. داخل بازار این اصلاحه هر پایینی که میزنه ما باید انتظار داشته باشیم که کاردانو به سمت بالا حرکت کنه و تارگت های مثلا 44 سنت اینا رو بیاد تجربه کنه برگردیم روی BTC ببینیم که روند خود قیمت بیت کوین به کدوم سمت حرکت خواهد کرد داخل خود بازار هم حالا رمز زیاد سولانا راجبش صحبت کردیم یه دونه ویدیو اختصاص دادیم راجبش شیبا اینا رو گفتم دیروز راجبش صحبت کردیم برای هولد مناسب هستش اولانچ رو داریم میبینیم روی 18 دلار داره نرسا میکنه کنارش ترون هستش داخل بازار یه نکته جالبی که وجود داره پر از رمزارزهای معتبر هستش مثلا ترون رمزارز بنیادی آینده دار اوالانچ رمزارز بنیادی آینده دار یونی سواب نمیدونم اتم چلنیک لئوم ایکس ام آر اتریوم کلاسیک تون چین بیت کوین کش اصطلاح همه اینها توی حوزه های خودشون قولن بزرگن ایپ کوین نیر پروتکل بهترین هستن توی حوزه خودشون فایل کوین هم اینجا هستش ولی گفتم دیگه همشون برمیگرده به این اولین رمزرز پادشاه رمزرزا به بیت کوین برمیگرده رش کنه همه رمزرزا پا به پای اون میان حرکت میکنن حتی اون کوچیک ترین بزرگترین بدترین بهترین همه رمزرزا نگاهشون به بیت کوین هستش یه مقدار حالا بستگی به اون رمزرزه هم داره که مثلا کمتر رشد میکنه بیشتر رشد میکنه که اینها هم مهمه مثلا بیت کوین توی 7 روز و گذشته 8 درصد رشد کرده اتریوم 7 روز و گذشته 3 درصد رشد کرده 4 درصد بی ام بی رشد کرده 8 درصد مثلا ریپر روش کرده اینا داخل بازار هستن ولی در کل بیت کوین اگر روندش رو تشخیص بدی که از این پایین تشخیصش داده بودیم و انتظار داشتیم که قیمت بیت کوین رشد کنه به سمت بالا انتظار میتونیم داشته باشیم که رمزارزها پا به پای بیت کوین بیان حرکت کنن در حال حاضر حالا بیت کوین هم روندش تغییر کرده از نظر شخصی خودم چرا اولین دلیلش اینه که ما از یک تریدینگ رنج هم داریم کم کم خارج میشیم با اینکه جالبش اینجاست میبینیم که من اگر یه دونه خط مقاومتی اینجا رسم کنم میبینیم که اینجا یه جایی بوده که قیمت بیت کوین اومده کاهش بده کرده در گذشته هم یک بار بهش برخورد داشتیم دوباره رشد کرده و الان که داریم نمودار نگاه میکنیم میبینیم که کندل ها بالای اون هستن دو تا حالت وجود داره یا مثلا اینجا جایی هستش که مثلا هولدر ها رو بیان گول بزنن خب استاپ کنن از بازار بندازن بیرون بیان اینجا خیلی خرید انجام بدن یه اصلاحی کنه تا این عدد یعنی تا عدد 2800 اینا دوباره اصلاح کنه یا هم بعد از اینکه حالا اینجا یه کمی نوسان کرد نوسان کرد دوباره به همین شکل چند تا کندل مثبت به سمت بالا بیا تشکیل بده و قیمت به سمت بالا رشد خودش رو تجربه کنه که همه اینها امکانشون هستش ممکنه خیلی مهم هستش در تایم فریم حالا هفتگی نگاه کنیم تایم فریمی که خیلی مهمه تایم فریمی هستش که اینجا داریم میبینیم که یک روند نزولی داشتیم و روند ما تغییر کرده خب راجع به روند تغییر کردن تو دوره فارکس هم صحبت کردیم چه زمانی روند تغییر میکنه زمانی که ما اولین سقف و کف خودمون رو میشکنیم اینجا کف ما هستش اینجا سقف ما هستش کف شکسته شده ای پایین کندل سقف پایین کندل شکسته شده جایی بوده که قیمت ریزش کرده به سمت پایین پس روند سودی بازار کریپتوکارسی از نظر شخصی خودم شروع شده انتظار خواهیم داشت که قیمت به سمت بالا حرکت کنه یعنی بازار داره اینو نشون میده که قیمت به سمت بالا باید حرکت کنه و سعی کنید یه نکته بگم تو مثلا 4 ساعته که داشتم نگاه می کردم سعی کنید رو های بای بیشتر باشید تا سل دلیلش اینه که چون که تو تایم فریم چهار ساعت روند به شدت نزولی هستش مثلا همین چند ساعت گذشته رو نگاه کنیم از یه حدی دیگه ریزش نمیکنه میاد اصلاح میکنه خیلی سلی برمیگرده به سمت بالا دلیلش یه ای دلیلش اینه که قیمت بسیار نوسانی هستش و هر لحظه امکانه برگشت به سمت بالا وجود داره مثلا از همین کندل ها دوباره بیا تشکی بده و قیمت به سمت بالا بیاد یه حرکتی رو داشته باش و روند سودی خودش رو ادامه بده پس سعی کنید که روی پوزیشن های اونایی کلا حالا تریدر هستن همین الان که داریم نمودار نگاه میکنیم اینجا که یه خطی انداختیم توی تایم فریم دیلی الان تایم فریم 4 ساعت هستیم چند عددش عددش 20000 رو حالا روندش کنیم 500000 دلار 22500 دلار هستش اگر کندلی بیاد زیر این بسته بشه یعنی قیمت بیاد اصلاح کنه اصلاح کنه اصلاح کنه یه دونه کندلی اینجا ببنده یا همینجا وارد پوزیشن بشید باهاش حرکت کنید تا این این اوپن کندل سعودی ما یا هم منتظر باشه یه پول بکی بزنه و بعد باهاش به سمت پایین حرکت کنی چون که اگر این اتفاق بیفته اونایی که تریدر هستن خیلی خوب گوش کنن اگر این اتفاق بیفته الگوی دبل تاپ رو تشکیل دادیم اینجا و قیمت به سمت پایین میاد حرکت میکنه و تا حمایت های خودش اصلاح خودش رو تجربه میکنه این هم از آپدیت تحلیل بازار کریپتوکارنسی خود ایچیموکو رو هم حالا بررسی کنیم وضعیتش رو ایچیموکو هم ببینیم که یه کموی بسیار سودی داره و قیمت به سمت بالا داره حرکت میکنه این پایینا مثلا یه دونه وی شکل هم جا نذاشتیم که بگیم قیمت میاد دوباره کاهش پیدا میکنه به سمت پایین پس وضعیت بازار کریپتوکارنسی فعلا مثبت سعودی هستیم و داریم به سمت بالا حرکت میکنیم این هم از آپدیت تحلیل امروز بیت کوین امیدوارم که لذت برده باشید هر سوالی دارید حتما زیر این ویدیو کامنت کنید و دوستان توصیه میکنم برادرانه حتما تو دوره فارکس شرکت کنید چرا که به دردتون میخوره روی خودتون سرمایه گذاری کنید خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید لایک کردن ویدیو فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر